سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از خاطرات جنجالی بهروز وثوقی از احضارش توسط ساواک و بازجویی شدنش توسط پرویز ثابتی. با ما همراه باشید. لطفاً عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. بهروز وثوقی اسطوره بازیگری سینمای ایران با نام واقعی خلیل وثوقی متولد 20 اسفند 1316 بازیگر ایرانی قبل از انقلاب ایران بوده. ایشون قبل از بازیگری در سینما کارمند اداره مالیات و بعد دوبلور و گوینده رادیو تلویزیون بودند. برادران ایشون با نام‌های چنگیز وثوقی و شهراد وثوقی هر دو در ایران به کار بازیگری مشغولند. نقش‌های برجسته آقای وثوقی شامل فیلم‌های مسعود کیمیایی مثل قیصر در سال 1348، رضا موتوری در سال 1349، داشاکل در سال 1350، خاک در سال 1352 و فیلم جنجالی گوزن‌ها در سال 1353 بودند. آقای وثوقی در طول فعالیت هنریش بارها نامزد و برنده جوایز جشنواره‌های مختلف شد که از مهمترین اونها میشه به کسب دو مجسمه سپاس بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم‌های قیصر و رضا موتوری و جایزه بز بالدار جشنواره جهانی فیلم تهران برای فیلم گوزن‌ها اشاره کرد. ایشون به خاطر نقش شمایل وارش در فیلم قیصر از سوی سینما دوستان ایرانی به قیصر سینمای ایران ملقب شد. خانواده بهروز وثوقی زمانی که اون فقط 6 ماهش بود به تهران اومدن و در خیابان آپادانا ساکن شدن. شخصی به نام مسعود صمدی وقتی که بهروز وثوقی 18 سالش بود بهش کمک کرد که وارد حوزه هنرهای سینما و تئاتر بشه. بازی توی نقش‌های متفاوت و شخصیت‌های بیادماندنی سینمای ایران مثل داشاکل، سید در گوزن‌ها، مجید ظروفچی در سوت دلان، ممل آمریکایی، شیر محمد در تنگ سیر، رضا موتوری، ابینسیه در کندو، دکتر رستگار در سازش، سرهنگ نصرالله در کاروان‌ها ایشون رو تبدیل به یکی از محبوب‌ترین بازیگران تاریخ سینمای ایران کرده. اون از سال 1337 با بازی در فیلم طوفان در شهر ما به سینما اومد و تا سال 1347 در نقش‌های متفاوت اما نه چندان پررنگی ظاهر شد. اولین فیلم سینمایی اون که مورد توجه قرار گرفت 100 کیلو داماد به کارگردانی عباس شباویز در سال 1340 بود. اون در سال 1348 توسط مسعود کیمیایی به فیلم قیصر دعوت شد و از اونجا به بعد راه بازیگری و زندگیش کلن عوض شد. این نقطه شروعش به عنوان یک بازیگر مطرح و با استعداد بود. بازیش توی اون فیلم مورد توجه عموم و علاقه‌مندان به سینما قرار گرفت و اون نقش اول اون سالهای سینمای ایران توی بسیاری از فیلمها شد. از جمله فیلمهای مطرحی که توی اون ایفای نقش کرده سوت دلان، ذبیح، کندو، داشاکل، بلوچ، تنگ سیر، همسفر، ممل آمریکایی، رضا موتوری، توقی، گوزنها، کاروانها، ملکوت، گرگ بیزار، فرار از تله، قهرمانان و زرین بودند. بهروز وثوقی در سال 1357 و قبل از انقلاب ایران به آمریکا رفت تا در فیلم گربه در قفس ساخته تونی زرین دست ایفای نقش کنه که اقامتش در آمریکا مصادف با انقلاب شد و اونجا موندگار شد. بهروز خان وثوقی چندین سال پیش توی یک نشست خبری در کالیفرنیا حرف‌های جنجالی رو در مورد بازداشتش توسط ساواک و بازجوییش توسط ساواکی معروف پرویز ثابتی گفته. پرویز ثابتی مقام بلند پایه ساواک که اخیراً هم در اعتراضات سراسری اخیر در کشور آمریکا دیده شده و عکس‌هاش در فضای مجازی جنجالی به پا کرده، شخصی بوده که بهروز وثوقی رو بازجویی کرده.
بهروز وثوقی در اون گفتگو گفت از من پرسیدن چرا اون نقش رو توی گوزنها بازی کردی؟ من گفتم من بازیگرم، کارم بازیگریه. گفت نه، چرا گوزنها رو بازی کردی؟ من میدونم شما به دربار رفت آمد داری و میری و میای، ولی با این همه چرا تو این فیلم ایفای نقش کردی؟ گفتم آقا من گفتم که من بازیگرم، یه نقشایی بهم پیشنهاد میشه، فیلم نامه رو میخونم، خوشم میاد، بازی میکنم. دوست دارم کارهای متفاوت بازی کنم، نقشهای خاصی رو بازی کنم. ازم پرسید اگه توی فیلمی اسلحه بدن دستتو، تو هنرپیشه اون فیلم باشی و بعد بگن که قرار شاه مملکت رو بکشی، میکشی؟ گفتم اگه داستانش رو دوست داشته باشم، اگه اون داستان اجازه فیلم شدن رو گرفته باشه، من اون نقش رو دوست داشته باشم، خب بله. گفت خیلی هم اشتباه میکنی. گفتم چرا؟ گفت ببین بذار خلاصه بهت بگم، من خودم شما رو خیلی دوست دارم، همه فیلماتو میبینم، سینما میرم میام، دنبال میکنم کارهاتو، ولی این کارو نکن. گفتم کدوم کارو؟ یه جوری حرف میزنی انگار من کار خلافی کردم. گفت نه، میگم این کارو نکن، هر نقشی رو بازی نکن. مثلا یه شب از مهمونی در میای، سوار ماشینت میشی، همجوری که داری میری یه کامیونی میاد میکوبتت به دیوار، ساعت 12:30 نصف شبه، کسی هم نمیبینه، یه بطری مشروبم میذارن تو ماشینت، فردا هم تو همه روزنامه ها مینویسن بهروز وثوقی مست بوده و زده به دیوار. این یه نمونهشه، من برات یه میلیون نمونه میتونم بگم که میتونی از بین بری و هیچ اتفاقی هم نمیفته. بهروز وثوقی در ادامه گفت آقا یه ترسی منو برداشته بود، با اینکه کار خلافی هم نکرده بودم، باور کنید از اونجا که بیرون اومدم برای مدت 7-8 ماه فقط کابوس میدیدم. وقتایی هم که داشتم رانندگی میکردم، مثلا اگه ماشین پشتی چراغی چیزی میزد، بوغی میزد، جوری کوچه پس کوچه ها رو میرفتم که مثلا گمش کنم، انقدر ترسیده بودم. اما بعد از اون پرویز ثابتی در مصاحبه ای اعلام کرد که من بهروز وثوقی رو تا به حال از نزدیک ندیدم و براش متاسفم که این حرفا رو میزنه. همیشه تصور میکردم که هنرپیشه خوبیه اما شخصیت پایینی داره و به خاطر جلب توجه مردم این دروغ ها رو گفته. هرگز یک دقیقه هم احضار نشده. آقای وثوقی در سال 85 هم در مصاحبه‌ای گفته بود ما برای فیلم گوزنها مجبور به تغییر کامل 30 دقیقه از فیلم شدیم. این فیلم ابتدا نامش تیرباران بود اما دستور اومد که باید اسمش عوض شه. یه مسئله دیگه هم بود که میگفتن چرا در گوزنها برای یک دوز این همه پاسبون میاد. البته ما هم پاسبون‌ها رو کم کردیم. برای همین فیلم یک روز یه آقای به هم زنگ زد و احضارم کرد و اون حرف‌ها پیش اومد. آقای وثوقی در سال 1354 وقتی که 38 سالش بوده در یک ازدواج پر سر و صدا و جنجالی با خانم گوگوش ازدواج کرد. البته که زندگی این زوج مشهور که مدام هم مورد توجه مردم بودن دوام زیادی نداشت و خیلی زود به طلاق ختم شد. برای بار دوم ایشون با کتایون امجدی ازدواج کرد که ثمرش دو فرزند به نامهای مهشید و ماهان شد که در حال حاضر در سان فرانسیسکو زندگی میکنن. در مورد علاقه ایشون به تیمهای فوتبالی هم ایشون گفته اوایل طرفدار پرسپولیس بودم اما به خاطر مرحوم ناصر حجازی تمایلم به تیم رقیب بیشتر شد. اون تنها فوتبالیستی بود که خیلی دوستش داشتم و خیلی با هم نزدیک بودیم. ایشون در مصاحبه‌ای در مورد برادرانش هم گفته برادرانم فیروز، چنگیز و شهرات برام از برادران ناتنی و صد تا دشمن هم بدتر بودن. با جعل سند اموال من رو بالا کشیدن و هر جا هم که میشینن از برادر بودنشون با من میگن. اونها همگی از پشت به من خنجر زدن. متاسفم که از اسم من به عنوان برادر سوء استفاده میکنن. من همه جا گفتم که من برادر ندارم دیگه. توی خرداد 1397 در پی ابراز علاقه بهروز وثوقی برای بازگشت به کشورش، صدها نفر در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور وقت خواستار رفع محدودیت‌ها علیه ایشون شدند. مدت زیادی هم آقای شهاب حسینی تلاش زیادی کرد تا رضایت برخی مسئولان برای بازگشت این اسطوره به ایران رو پیگیری کنه که البته به ثمر نرسید. بعد از اون هم مقام‌های ایرانی مثل محمود رضوی مشاور قالیباف در مجلس و تهیه کننده سینما ادعا کرده بود که بهروز وثوقی پرونده‌های سنگین در ایران داره و برای همین خودش به ایران نمیاد. ایشون در ادعاهاش گفته بود که بهروز وثوقی یک پرونده قتل و چند پرونده قاچاق داره.
البته که ایشون هیچ سندی از ادعاهای خودش منتشر نکرد، اما روزنامه کیهان بازی‌های بهروز وثوقی رو در فیلم‌ها بسیار ضد ایرانی دونست و این رو علت بازنگشتنش به ایران عنوان کرد. برای این بازیگر بزرگ و اسطوره سینمای ایران آرزوی سلامتی می‌کنیم. ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.